بیانیه آژانس بین المللی انرژی اتمی، غنی‌سازی 20% اورانیوم در سایت قم، نقض قطعنامه های شورای امنیت. تأکید دولت های آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان و ایتالیا بر قانون شکنی رژیم آخوندی و لزوم تشدید تحریم های بین المللی. وزیر امور خارجه انگلستان: فشار بین المللی علیه آن باز هم بیشتر خواهد شد. وزیر امور خارجه آلمان: اتحادیه اروپا تحریم های جدید را در اجلاس 30 ژانویه تصویب خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا: یک مورد دیگر از نقض تعهدات رژیم ایران که نشان می دهد برنامه اتمی آن غیر نظامی نیست. وزارت خارجه فرانسه: این نقض فاحش قانون بین الملل است. خبرگزاری فرانسه وین: آژانس اتمی ملل متحد گفت رژیم ایران در حرکتی که به سوی زنهای کشورهای غربی مبنی بر اینکه رژیم تهران خواستار تسلیحات اتمی است دامن میزند. رژیم ایران اکنون در حال غنی‌سازی اورانیوم در سایت جدید خود در یک پناهگاه کوهستانی است. گیل تودور، سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، طی بیانیه‌ای گفت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میتواند تایید کند که رژیم ایران تولید اورانیوم غنی شده تا 20% را در کارخانه غنی‌سازی سوخت فردو در قم شروع کرده است. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، غنی‌سازی اورانیوم توسط رژیم ایران را نقض تعهدات سازمان ملل متحد خواند و گفت این یکی دیگر از موارد نقض تعهدات رژیم ایران است و ما بار دیگر از این رژیم می‌خواهیم که به فعالیت‌های غنی‌سازی خود فوراً خاتمه دهد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود رژیم ایران گام دیگری برداشته و این بدان معنی است که برنامه اتمی آن برای مقاصد غیر نظامی نیست. ویلیام هگ، وزیر امور خارجه انگلستان، نیز اعلام کرد خبر گسترش این فعالیت در فردو که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد تایید قرار گرفت تنش بیشتری را با غرب دامن می‌زند. وزیر خارجه بریتانیا گفت این یک اقدام تحریک کننده است که ادعاهای رژیم ایران مبنی بر اینکه برنامه‌اش ماهیت تماماً غیر نظامی دارد را بیش از پیش تضعیف می‌کند، آن هم در شرایطی که جامعه بین‌المللی از رژیم ایران می‌خواهد در مورد ماهیت برنامه خود تضمین‌هایی ارائه دهد. ویلیام هگ افزود رژیم ایران نمی‌تواند هیچ منطق معتبری برای تولید این میزان اورانیوم 20% غنی شده ارائه دهد و در صورتی که آن را متوقف نکند فشار بین المللی علیه آن باز هم بیشتر خواهد شد. همچنین دولت فرانسه با قاطعیت تمام راه اندازی غنی‌سازی ایران در سایت فردو را محکوم کرد و آن را نقض فاحش قانون بین الملل نامید. وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد این چالش جدید برای ما هیچ چاره‌ای باقی نمی‌گذارد جز اینکه تحریم‌های بین‌المللی را علیه رژیم ایران تقویت کنیم و به همراه سایر کشورهای اروپایی و همپیمانان خود دست به اقداماتی با جدیت و شدتی بی‌سابقه بزنیم. همزمان گیدو وسترولِه، وزیر امور خارجه آلمان، غنی‌سازی اورانیوم در سایت فردو توسط رژیم آخوندی را یک گام دیگر تنش‌زا توصیف کرد و گفت این اقدام در زمانی صورت می‌گیرد که جامعه بین‌المللی نگران نظامی بودن برنامه اتمی رژیم ایران است، بنابراین هیچ راهی جز تحریم در پیش روی ما نیست. وزیر خارجه آلمان ابراز اطمینان کرد که اتحادیه اروپا تحریم‌های جدید علیه رژیم ایران را در اجلاس وزرای خارجه در 30 ژانویه تصویب خواهد کرد. دولت ایتالیا نیز تصمیم رژیم ایران در مورد عملیات غنی‌سازی اورانیوم در سایت قم را منشأ نگرانی شدید و سزاوار شدیدترین محکومیت ها دانست. خبرگزاری آنسا از روم گزارش داد ماوریتزیو ماساری، سخنگوی وزارت خارجه ایتالیا گفت رژیم تهران ثابت کرده است که می‌خواهد
در جهت مخالف قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان ملل متحد حرکت کند.